به نام خداوند جهان آفرین و درود و سلام و ادای احترام حضور یکایک از شما عزیزان برنامه نوبهار که پنجشنبه ها سر ساعت 8 از امید 24 از تلویزیونی جهانی امید 24 ما را چه از طریق تلویزیون ها چه از طریق جادو 4 یا 5 و بخشی از این برنامه ها را از طریق فیسبوک هم نظارگر هستین و میتونین در یوتیوب ها هم در یوتیوب برنامه های امید 24 را و نوبهار را تعقیب و دنبال بکنین و عرض سپاس دارم از همه آنایی که ارج میگذارند و فرصت به ما میتن و در بخش از روز پنجشنبه ها یا در هفته هایی که پیش رو هست و هفته هایی که نشرات هست فرصت ها را وقع می کنن برای دیدار برنامه های امید 24 و نوبهار شام های پنجشنبه. و تشکر از سپاس از هر یک از عزیزان از خواهران و برادرانی که با کامنت های خود و توصیه های خود و پاداش های معنوی خود ما را راه می نمایند. از همه بزرگان علم و ادب و سیاست و تاریخ در سر تا سر جهان که لطف می کنند و این برنامه را مشوق هستند عرض سپاس داریم و همچنان از او والدین عزیز و گرامیه که امیدوار استم برنامه ها را بر رسم یک ترجمان برای اولادهای نازنین خود تا وقتی که رسانه های برون مرزی بتانه بر زبان رایج و معمول خود جوان برنامه را تهیه بکنه و جک جوان بتانه که در پای تلویزیون چیزی که میشنوه او را بفهمه و درک بکنه که ما این نقیصه را همواره متوجه هستیم که در بخش مسائل رونمایی برنامه کتاب ایرم متذکر میشم که اونجا یک خلای عمیق فرهنگی در اینجا موجود هست که ما باید ایر انگشت بگذاریم و برای کمبود برای نقیصه باید یک وقف فرصت عده از مترجمین عزیز ما بکنن. در غیر از او همگی بر محور خودی های از سن 55 بالا هم کتاب هم اثر هم نشرات فقط منحصر به یک حلقه میمونه که هرگاه خدای نخواسته این حلقه بنابر جبر زمان و کهولت سن روزگار ایجای برای جوان مگذاریم اونجاست که جوان نمیتونه استفاده اعظمی بکنه از برنامه های ما. تا او زمان امیدوار استم والدین عزیز ما حاصل برداشت های خود را از برنامه های برون مرزی ایره برای اولادهای خود تا حد ممکن به زبان معمول و مروج و مؤثرشان حداقل همکاری و ترجمه بکنن. در پیشا پیش عرض تسلیت دارم حضور دوست گرامی آقای صابر فرمند که در همین هفته پدر بزرگوارشان در شهر کچنر واتلو دایی عجل را لبیک گفتن و محترمانه به خاک سپرده شدن. عرض تسلیت دارم حضور یکایک از فامیل بزرگوار فرمند خانوار گرامیشان و پسران دختران برادران و جمع اقاربشان که از سراسر جهان تشریف آوردن. امیدوار استم عزیزان ما از تورنتو توانسته باشند در این غمشریکی با آقای صابر فرمند غمشریک با در فرصتهای غمشان بوده باشد و روح پدر بزرگوار آقای صابر فرمند شاد باد. آقای فرمند از خدمتگزاران
اجتماعی و فرهنگی و عضو جامعه تجارتی کانادا هستند که شخصیت فعال، شخصیت مجرب و شخصیتی که از سه دهه در امی کمیونیتی، در امی جامعه خدمات ارزنده را بجا کردن که روح پدر از اونا شاد و با اونا اجر صبر جزیل می خواهیم. و برگردیم به روال برنامه این هفتهی نوبهار. همونطور که پیشا پیش اعلان کردیم زیاد تلاش داریم که رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را در این شهر حداقل به آگاهی هموطنان عزیز برسانیم و ببینیم این شهر در یک جهش و پویش تلاش‌های فرهنگی و اجتماعی اگر سرامت نباشه کمتر از او هم در حوزه نیست. هر روز برنامه فرهنگی، برنامه سپاسگزاری و پاسداری از فرهنگ پرغنای ما در گوشه گوشه ای شهر در تحت یک پوشش یک نهاد برگزار میشه که ای خود مایه افتخار و مایه تسلی خاطر اونایی هستند که در این راه شبها دود چراغ خوردند و اثر آفریدند و این اثرشان به ارج‌گذاری و قدرگذاری گرفته میشه. گرچه آنچنان تراکم برنامه ها گاهی تصادف میکنه در حتی در یک روز و یک ساعت که بنابر اجبار وقت و فرصت و بنابر اجبار دستیابی به شخصیت های فرهنگی که از برون شهر می آین اینجا ناگزیری هست، ولی رسیدگی همه فرهنگیان در عین زمان در دو مکان در عین ساعت کار است بس مشکل که ما این تجربه را در امی هفته که گذشت در امی شهر داشتیم. اولین برنامه که هفته ها قبل اعلان شده بود از طرف انجمن محترم دانش بود که بر روز شنبه 24 نوامبر در ویکتوریا پارک ایگلنتون که قبلا هم از طریق امی برنامه به اطلاع عزیزان رسانیده بودیم، انجمن دانش با اندک زمانی که از تأسیس از اینا تیر میشه کارهای بسنده و ارزنده قابل توجه را به انجام رساندن. در بخش مسائل کتاب خاصتا و مؤلفین و قدرگذاری از مؤلفین و دستندرکاران چه بخشهای تاریخی، چه بخشهای ادبی، شعر، فلسفه و فولکلور و مسئله جغرافیای افغانستان در امی روز زحمات قابل قدری را انجمن محترم دانش و اعضای انجمن بر ریاست بانو دانشیار و همکاری مؤثر اعضای انجمن خاصتا جناب پیکار پامیر و دکتر سنا متین نیکپی کشیده بودند که واقعا سرهمبندی و به اصطلاح شیرازه‌بندی این همه اثر از مؤلفین مختلف و در مکانها و آدرسهای مختلف همه را در به صورت بسیار منظم در برسر میزها به تماشا گذاشتن و نام مؤلف که شما در برنامه گوشه های عزیز خواهد دیدین که میبینین که زحمات قابل قدری کشیده بودن. و تشکر از انجمن پرتلاش و نستوه دانش که امی زحمات را و عده بسیار غفیر از فرهنگیان ایشر، دستندرکاران برنامه های تلویزیونی و همه عزیزان و مؤلفین و شعرای عزیز از سر تا سر آنتاریو و حتی خارج از آنتاریو هم آثار خود را اونجا برای نمایش گذاشته بودند که شخصا لذت فرهنگی و لذت معنوی را همگان حاصل کردند. و در اونجا که فرصت به ما میسر شد و اونا لطف کردن، ما امی بحث مسائل
کتاب را و کتابخانی را با تجاربی که بر دست دارم که هر روز ما حاصل کار و رنج طاقت فرسای مؤلفین ما بیرون داده میشه، ولی ببینیم که آیا اون نسلی که ما از اون نگران هستیم، اون نسلی که از اون هراسان هستیم، اون نسلی که میخواییم پیام ما را داشته باشه و چکیده های فکری ما را به حیث یادگار هم به مطالعه بگیره و هم از او یک معلومات آفاقی در قسمت ملک و میهن و به اصطلاح امو داشته ها و انباشته های فرهنگی گذشته و نیاکان ما داشته باشن چقدر عملی هست. آیا که امی بحث را بونجا مطرح کردم، آیا ما میخواییم که ای در امین مداری که امین نسل موجود همسالان و همترازان ما هستند ای بحث باید گنجانیده شوه، یا میخواییم خارج از این محدوده ای به حیث یک میراث پربار فرهنگی به نسل دیگر ما انتقال بیافه؟ آیا تانستیم که زبان نسل بعدی خود را ارج بگذاریم و این زبان را ما از این کاربرد این زبان را اهمیت قائل شویم و ببینیم این زبان معمول و مروج و امی مشترک و امی کامن سنس موجودش که بین ما و اولاد ما هست این کدام زبان هست؟ از حقیقت ها اگر نگذریم، این زبان زبان است که ما با او زبان اولاد ما زیادتر با او مشغله های فکری و ذهنی دارن، اونا هر روز با این زبان می آموزن و این زبان را باید فرا بگیرن و این زبان را به مو حد مطالعه و استفاده از منابع و مؤاخذ فرا بگیرن تا آینده ها در دانشگاه ها و در درجه های بلند از رتبه های علمی نائل شون. بناهن ما تا جای نگرانی هی است که در امی مدار، امی کتاب و امی اثر نباید منحصر، محفوظ و در امی مدار قابل استفاده باشه. بناهن ما به مترجمین که بتانه ایره به ترجمه بیاره و ایره به اصطلاح بر نسل دیگه ما به زبان انگلیسی برسانه که واقعا تاریخی که ما در او در بستر از این تاریخ اکثر ما و شما خاصتا در امی چار دهه یا شش دهه پسین زندگی کردیم، نفس کشیدیم، رویدادها را عملا لمس کردیم و امی تغییرهای سیاسی را و آمدار شدنهای پاچاگردشی را به اصطلاح سابق پدران ما حکایت می کردن که ما چنان عمر و ثمر رساندیم که ما دو پاچاگردشی را دیدیم، ولی امروز هر کسی که امروز به سن 70 خود قدم میزنه و یا بالاتر از او میدانه که او خاطره چندین پاچاگردشی را در خود پرورانده و او ماحصل و تجربه چندین انقلاب ها و کودتا ها و زیر و زبر شدن ها و کشتار ها و آمد و شدن ها و به اصطلاح تغییرهای سیاسی و حکومتداری در امی جغرافیای افغانستان بوده. بناهن بر از او اکثر ای تاریخ ها تکرار هست، ولی باز هم به حیث یک یاددهانی باید در ذهن خود او را تکرار بکنه از او زوایایش که مستند به اصطلاح بیخبر بوده. ای را در اونجا به بحث گرفتم و هر تاریخ به زعم عده که واقعا نویسنده، واقعا مؤلف که از خود امو فرزند به اصطلاح صالح را به جای مگذاره ای قابل افتخار هست، ولی آیا ببینیم که حتی در زندگی پدری و پسری و پدری و دختری هم آیا همه اولادها میتونن به یک تناسب، به یک درجه از امتیاز به اصطلاح امو
خلف بودن، نیکو سرشت بودن، مفید بودن و قابل افتخار بودن همه به یک درجه صاحب امتیاز هستند. اما طور تاریخ هایی که اثرهایی که آفریده شده در امی تاریخ زیادتر یا کمتر افغانستان، بعضا این تاریخ ها، این نوشته ها، این اثرها بعضا به زیان مملکت، بعضا به تباهی مملکت، بعضا برای اخفال ذهنیت های ملت ها به دستور اولوالامرها و اربابان وقت و شاهان پرسیطره پرقدرت دکتاتور وقت نوشته شده. و او فقط غیر از مدح و ثناح و به اصطلاح کرنش به دربار چیز دیگر نداره، بناهن این نمیتانه جای یک اثر گرانباره را در تاریخ افغانستان یا در تاریخ بزرگ خراسان بتانه که به حیث فرزند صالح او سرزمین محسوب شود. این تاریخ قضاوت خواهد کرد، اما ما بعید نیست و که ما اثرهای پرارزش، پرصلابت و اثرهای ماندگار در دل تاریخ که قابل افتخار بوده، ولی بنابر سیطره های جابرانه عمرا و سلاطین وقت او نتانسته حتی زیور چاپ، حله چاپ را به خود آراسته بکنه و در بته‌های فراموشی و گمنامی در تاقچه های به اصطلاح فراموشکاری گذاشته شده، اما روز تا روز اینا روگردانی میشه، اینا روز تا روز بازخوانی میشه و این تاریخ های پر افتخار جزء فرهنگ بسیار برتر نیاکان عزیز ماست. امی خود حس کتابخوانی و انگیزه کتابخوانی از روزی که تکنولوژی بسیار مدرن شده و یک دفترچه به نام یک فیسبوک یا دفترچه به نام یک آیفون، شما میبینین که تمام کتاب‌های مورد علاقه‌تان میتونین از مأخذ اصلیش، از مؤلفین اصلیش پیاده بکنین، او را به زعم خود مطالعه بکنین که روز تا روزی هم بازار کتاب و کتابخانی را یک کم کساد ساخته. میبینین کتاب فروشی ها از بی مشغله هستن، کتاب فروشی ها از مشتری ها خالی هستن. امی کتاب فروشی های داخل شهر تورنتو یا کانادا وقتی میرین، صرف اونایی که مؤاخذ میطلبن، اونایی که محقق هستن، اونایی که به اصطلاح در رتبه های علمی میخواین صاحب اثر تحقیق شوند، فقط اونا مراجعه میکنن. دیگه همگی از پشت کمپیوتر میتونن تمام ما حاصل فکری خود را و مایحتاج ذهنی خود را میتونن فراهم بکنن. بناهن تا جای در عموم مجلس هم اشاره کردم که آیا دوستان و عزیزان ما قادر به این گشتن، یا بنابر کمبود فرصت، یا بنابر عدم سلیقه و علایق، یا بنابر به اصطلاح دوری از ادبیات نگارشی، چند نفر خواهد بود که به اصطلاح یا حداقل یک تاریخ آقای غبار را، یا تاریخ آقای حبیبی را، یا تاریخ فیض محمد کاتب را، یا تاریخ فرهنگ را، یا تاریخ آقای رشتیار را، یا تاریخ آقای مبارز را، یا تاریخ آقای حقشناس را، یا تاریخ های نوشته شده که هنوز او را نانوشته گم کردن و اجازه ندادن به کسی که حتی از اون نام ببره و حتی او نانوشته ها را بخوانه، اونا را حتی تحریم کردن. ما از جهانسوزی و کتابسوزی علاءالدین ها تا برسیم به در آب در افکندن
کتابهایی که آقای خرم به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ اونا را برود هیرمند به نام ازی که گویا دولت ایران میخواید سیطره ادبی خود را و سیطره فرهنگی خود را بر حوزه افغانستان و تاجیکستان قائم بکنه، او کتاب ها را درد نابخور گفتن و اونا را غرق در آب کردن. ولی آقای خرم از این غافل بودن که او کتاب ها اگر در آب شسته شد، آیا ذهن که او کتاب ها را به حافظه داره، تاریخی که او کتاب ها را بازخوانی میکنه، این که خواهد بود و کجا خواهد بود؟ ما در ناخودآگاهی و در کم آگاهی و در کم روشنگری و در نهایت بدبینی فکر کردیم که ماحصل فکری همسایه غربی ما یعنی ایران تماما تباه کننده است، گمراه کننده است. ولی از حق نگذریم، روزگارانی که دوران شاهی بود و دوران آرامش نسبی بود، مگر ما و روشنفکران ما و حتی روشنفکران سیاسی ما، حتی جناهای حزبی چپ و راست و میانی ما، حتی برادران به اصطلاح امی افرادگرایان اسلامی ما، مگر از تمام ذخایر دست داشته امی ایران پرغنا نگشتن؟ آیا امی کتاب هایی که روشنگری کرد و از آدم فروشان قرن بیستم تا در طلا درمس آقای براهنی و هزاران جلد کتاب دیگر در کتابخانه های عامه کابل، در کتابخانه های بسیار معتبر دانشگاه کابل و در پانتون ها و در دانشکده ها و پانزی ها، مگر محصول فکر و محصول ذکر و تألیف امی مؤلفین بسیار زبردست ایران نبودن؟ ایره بر غلط تعبیر نکنین، ایره بر غلط تفسیر نشه. آیا آنقدره که ایران مولانا را بر ما معرفی کرد، آیا ما در کنه شخصیت مولانا چند کتاب برازنده داریم که بتوانیم افتخار تملک و افتخار مولانا را از بلخ؟ آیا کسی در عمو زمانش دیده بود که آرامگاه سلطان العلماء پدر مولانا در کجای بلخ است؟ آیا کسی به ترمیمش در طول دهه ها و صده ها اقدام کرده بود؟ آیا دیده بودین که جامی در کجا هست؟ آیا دیده بودیم که در غزنه پیر لایخار به چی حال هست؟ آیا دیده بودیم که مرقد سنایی در زیر پای چارپایان و زیر پای به اصطلاح حمله های چنگیزی در کجا هست؟ ما افتخارات را صرف برشانه مفتخرانه حمل کردیم بدون از این که کار عملی کرده باشیم. بناهن تعصب خام و تعصب بیمورد و تعصب نابجا، ما در طول امی صده ها از همسایه جنوبی و شرقی خود بجز انتحار، انفجار، جل، انسانکشی، تعرض، تهدید، توطئه چی دیدیم؟ ما چند کتاب از پاکستان؟ آیا پاکستان در جهت ارتقای زبان بسیار شیرین معتبر پشتوی ما چند اثر، کدام نویسنده چی نوشت در ما؟ این ما بودیم که رحمان بابا را معرفی کردیم، این ما بودیم که خوشحال خطک را معرفی کردیم، این ما بودیم که حمید مهمن را معرفی کردیم، این ما بودیم که حمزه شنواری را قدر کردیم. ما از اون طرف مرز شرقی خود و جنوبی خود، بغیر از توحش، بغیر از انسان کشی، بغیر از توطئه، بغیر از تعرض، بغیر از خط منحوس دیورن و چالش برانگیزی و طالب پروری و داعش رایابی، دیگه چیز به نام فرهنگ بر ما ارمغان نابردن، فرهنگ ما را قلع و قمع کردن
و امینا هستند که امروز هم با توطئه میخواهند گویا ما فرهنگ ایرانی را به خود قبول کردیم. ما گویا وقتی سخن میزنیم و حرف میزنیم گویا اصطلاحات ایرانی را به کار میبریم. شرم بر اونای باد که تسلط بر زبان ندارند، میاین بر زبان فارسی دری باز به اصطلاح خورده میگیرند. اونا از زبان تا لهجه، از لسان تا فولکلور، آیا زبان فارسی دری کابل تا هرات تا بدخشان تا لغمان تا قندوز، اینا همه یکی هستن، ولی لهجه ها فرق داره. لهجه هراتی داریم، لهجه بدخشانی داریم و لهجه کابولی داریم و لهجه های فارسی لغمانی داریم که این لسان نیست. لهجه ایرانی هم مربوط به خود ایران هست. ما بر غلط کار نکنیم که ما به اصطلاح یک زبان را به سه لهجه ایرانی و به اصطلاح کابولی و افغانی و تاجیکی تقسیم بکنیم. این داشته های ما، داشته های بزرگ تاریخی ما مربوط به این زبان است که حرف میزنیم. این زبانی که من با شما حرف میزنم، این زبان پاک و ناب فارسی دری ماست. این زبان زبان حوزی ماست. این زبان فرقی ندارد، نه در نوشتار، نه در صرف و نحو، نه در گرامر، نه در دستور زبان، نه در بدیع و بیان، نه در عروض، نه در قافیه. شعری که حافظ گفت، شعری که سعدی گفت، شعری که مولانا گفت، شعری که سنایی گفت، فرقش در کجا هست؟ فرقش در الفاظ هست، در واژه ها هست، در ترکیب ها هست، در جمله بندی ها هست؟ هرگز نه. پس معلوم میشه که ما زبان حافظ را بلد هستیم. ما اولین بار به بوستان و گلستان سعدی چشم ما در مدرسه و مسجد آشنا شد. او وقت تعصب نبود، او وقت فرقه‌گرایی نبود، او وقت امتیاز طلبی نبود. او وقت افغانستان عزیز برای خود افغانستان با دستاورد خود عزیز بود. ای که چو وقت فارسی ما دری شد، بحث جداگانه هست. چرا شد؟ ای بحث سیاسی هست، بحث تاریخی هست که هنوز هم عده بری پا می فشارند. ایرا دوستان عزیزه که پژوهش ادبی دارن، شما آثارش را بخونین، ببینین و میدانین که ریشه های تعصب، ریشه های تفرقه در کجا، چگونه بر جان این ملت چاق شد. وقتی که آقای حبیبی که روح شاد باشه در کتابخانه پاهنتون، در وقتی که فارس به ایران تبدیل شد، اولین نامه مرحوم مغفور استاد عبدالحی حبیبی به پادشاه وقت بود که باید جلو نامگذاری ایران بر فارس گرفته شود، چون آقای حبیبی می دانست که ایران به کدام سرزمین خطاب می شه و چه کسای از شاههای ما خود را شاه ایران و شاه خراسان خطاب کردند. روح حبیبی شاد که در عموم موقع قد علم کرد و به شاه نوشت که جبران ازیر باز تاریخ کرده نمیتانه. با یک وقفه میریم به بخش دیگر برنامه.
عرض سلام مجدد. دنباله سخن به درازا می کشه. این بحث بحث بسیار درازدامن هست. هر قدر از این بحث ها از این به اصطلاح تخریش ها به زعم عده ما روی بگردانیم، این تخریش ها به زخم ناسور تبدیل میشه. به زخم است که باز یک مرهم جبران از او را کده نمیتانه. شما این آثار و علائم را در افغانستان عزیز میبینین، شما این قد برافراشتن ها را، شما این طغیان ها را، شما این مقاومت ها را، شما این استادگی ها را میبینین که محصول یک روز نیست، این محصول یک دولت نیست، این محصول یک زخم ناسور تاریخی است که عده دیگر حوصله‌شان به سر آمده، دیگر کارد به استخوان رسیده، دیگر نمیتانن که جباریت و قهاریت و مطلقیت و استبداد را تحمل بکنه. زیاد تحمل شد، زیاد نادیده گرفته شد. امروز بر همه اقوام افغانستان، من همطور که در فیسبوک نوشتم، ستم روا داشته شده که ایره ستم ملی میگن، یعنی بر تمام ملیت ها ستم روا داشته شده، هم در حق پشتون ما، هم در حق ازبک ما، هزاری ما، تاجک ما. این ستم ورز کی بوده؟ این ستم ورز چی خواسته؟ این ستم ورز قدرت خواسته. این ستم ورز خواسته پایه های استبدادش تحکیم بیافه. این ستم ورز یکی از نوکرهای زرخرید باداران انگلیسیش بوده، امریکاییش، امروز روزگار روسیش بوده و حالا عربی و پاکستانی و ایرانیش شده. این ستم ورز ها بوده که این ستم ها را روا داشته شده و این ستم به امو خاطر ستم ملی لقب گرفته. یک ستم ملی، این ستم همگانی است، این ستم تمام اقشار است که روا داشته شده. زنده سوختاندن ها هنوز بر سر خرمن ها یاد کس نرفته. امروز اونمو ستمی که در دشت لیلی 2000 انسان رفت و نابود شد، اینا همگیش تاریخ ایره به خاطر خواهد داشت، چه هزاره، چه ازبک، چه پشتون، چه ترکمن. پس از این خاطر ما باید قناعت بکنیم که ستم ملی در افغانستان با گونه های مختلف در جامعه های روشنفکری، چپی، اسلامی، همیشه قومی، تباری موجود بوده و الان هم نشانه های زیره به سردمداری عده برون مرزی ها و جهانی ها متوجه هستیم. با ادامه گزارش های رویداد های هفته که گذشت، در امروز کاروان پژوهنده شعر که کاروان است با سابقه های طولانی علمبرداری فرهنگ و ادب که امو شام شنبه 24 نوامبر در مرکز امام حسین با افتخار سه مهمانی که در اونجا حضور داشتن، جناب آقای صبورالله سیاسنگ و جناب فارانی و آقای شیون که واقعا با امو شیون خود، با امو تنزهای خود، با امو بخشهایی که اونجا به خانش گرفت، واقعا قابل عزیز بود که انسان بشینه و بشنوه و بر استعداد آقای شیون و امی ارجی که گذاشته بود و آقای سیاسنگ هم در مورد آقای شیون گفته های بسیار بسنده داشت که ما چون از برنامه اولی می آمدم کم دیرتر رسیدم ولی استفاده بردم و پارچه شعری هم حضورشان به خوانش گرفتم. شعرهای بسیار جوان، شعرهای عزیز، شعرهای سنت شکن و شعرهای بسیار هم از بانوان و هم از نوجوانانی که بسیار خوش هستم که اونجا میبینم استعداد نوجوان ما واقعا بر شیوه های مدرن امروزی و بر شیوه های کلاسیک هم اشعار بسیار ناب و جانداری سرودن که واقعا کارشان، کار کاروان شعر، کار قابل تقدیر هست. و آقای فارانی که از آلمان تشریف آوردن، از داشته های پرغنیمت فرهنگ دیرین افغانستان عزیز است، خانواده پربار فرهنگی است، خانواده پربار قربانی های سیاسی هست
و داشته هایشان داشته های بلند ادبی هست که شعر بلند هندوی من در امونجا قرائت شد. امیدوار هستم بتانم اگر آقای فارانی را در یکی از برنامه ها که مدت اینجا تشریف دارن دعوت بکنم که از حضور از اونا هم شما هم مستفید شوین. و آقای سیاسنگ شما میدانین غنیمت بزرگ حوزه و غنیمت به اصطلاح خلف و صدق شعرهای ما هستند و کاوشگر خوب، مترجم خوب، محقق که دست بالا دارن و روزگار گرم و سرد دنیا چشیدن و از قطاران و همتباران واصف باختری بزرگ هستن که همواره همونطور که ما محضرش روزگار در اتحادیه افغانها بر اولین بار با آقای علی شاه احمدی حباب و آقای عبدالله نوابی شادکام و این گوینده شما از اتحادیه افغانها برازنده داشتیم و دعوتگر بودیم و از او قدر با اول آوردیم، اما طور آقای فانی را هم به کوشش امید استا و اتحادیه افغانها اینجا قدر کردیم. بناهن خشت بناهای گذاشته شده در این ملک که او را نباید فراموش کرد و او را باید ارج گذاشت که امروز دنبال روان جوان ما امو کاروان گذشته ها را به قدر می نگرند که از کاروان شعر ممنون و مشکور هستیم. همچنان در امی سه‌شنبه به اصطلاح انجمن فرهنگ آسمایی که محفل را ترتیب کرده بودند و من اونجا به خدمت رسیدم و آقای باختریانی و خانم زیرک و عده دستندرکارانی که واقعا شکوه آفرین بود، مسائل نای و نوا بود و مسائل خط بود که شاگردانی که با شیوه های مختلف نوشتن خط را تمرین کرده بودند با نمونه های خط و تصدیق نامه ها قدر به عمل آورد که کوشش آقای باختریانی، کوشش خانم زیرک و کوشش دستندرکاران امی مجموعه را قدر میکنیم. ای کاش روز فرا برسه که همه در زیر یک سقف بتانیم امطور فعالیت ها را به طور دست جمعی و همگانی به نمایش بگذاریم که امی تعداد های قلیل ما که در حوزه های مختلف تقسیم میشن به یک اکثریت بسیار چشمگیر تبدیل شوند تا همه هموطنان ما در اونجا سهم بگیرن و لذت ببرن و این خودش یک اتحاد و همدلی ما را نشان میده که ما در روزگاران که بودیم در اتحادیه افغانها با امی خواهش و امی سنگبنا را اینجا گذاشته بودیم و امروز هم امیدوار هستیم بتانیم یک تفاهم هم در بخشای مذهبی دمی روزی که شنبه بود، دو جای محفل میلاد پیغمبر اکرم بود و تا جایی که خبر شدم که حتی نه تنها در مسائل فرهنگی حتی در مسائل مذهبی هم در روز شنبه هم علاقمندان آنچنان به یقین که امیدوار هستم در جامعه اسلامی عزیزان قابل توجه اشتراک کرده باشند ولی در مسجد امت نبوی هم امیدوار هستم، ولی تا جایی که میبینم میلادها چیز تولدی نو به گفته شاعر ندارن، چیز تازه برای گفتن ندارن، یعنی میبینی که تکرار در تکرار از یک نوار هست که در او مولود بداشته شده و امون نوار بار دیگر اینجا به خانش گرفته میشه و شما مصاحبه امید 24 را به مناسبت امیروز هم تماشاگر بودین. امیدواری هست که دین را از چالش های موجود کشید، مذهب را از ناملائمات و سنگریزه هایی که پیش روی خود داره کشید و انفجار و انتحار را تعریف غیر دین کرد و ایره مربوط
اونایستن که مسئولیت و رسالت ایبار امانت پیغمبر را در محراب های مقدس پرمسئولیت به دوش میکشن. اونا هستن که روشنگری میکنن، اونا هستن که اگر اونا جرأت بازگویی را ندارن، اگر اونا نمیتونن که جنایت را جنایتکاران طالبی و داعشی را و قطاع و طریقان مذهبی را اونا نگوین، ما اگر میگیم بر ما اونایی که تنگ نظر هستن صدها و هزاران خورده میگیرن. هنوز هم باورها در امونجا گره خورده. تا وقتی که این باورها میای از او محراب های منحصر به فرد در بین جامعه و اجتماع، این راه درازی هست، ولی اگر خواسته باشن میتونن که طی طریق اونا میتونن به خوبی طی بکنن. وقتی به گفته شاعر حسیب نیما که وقتی عاشق نیستی با درد عادت میکنی، وقتی عاشق نیستی با درد عادت میکنی، آنچه دنیا بر سرت آورد عادت میکنی. وقتی عاشق نیستی با گرگ همدم میشوی، با تمام مردم نامرد عادت میکنی. بناهن واقعا آقای نیما را میدانی شاعر جوان سنت شکن پرددر اوریانگوی هست که ای عادت ما شده که ما با گرگ همدم شدیم، ما با گرگ هم نوا شدیم و او را چوپان فکر کردیم. در حقیقت چون از دان گرگم در ربودی، چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی، ما به گرگ بیعت کردیم، ما به گرگ امامتش قبول کردیم، ما به گرگ اقتدا کردیم، ما او را رهبر تراشیدیم، ما او را گفتیم. و عزیز بود که گرگ وقتی رویش علنی شد، وقتی پوششش علنی شد، دیدیم که او در حقیقت گرگ ما بوده، نه چوپان ما. بر امی منوال آرزو داشتم که در راجع به مسائل منع خشونت بر زنان که یک آویزه و یک عنوان درشت امی شب و روز جهانیان بود، حضور شما فرصت ها اندک باقی هست، میخواستم این را به تشریح بر شما از دید یک گزارش جهانی ببینم که شما فکر نکنین که خشونت علیه زنان تنها در ممالک عقب افتاده که از دانش بهره‌ور نیستن تنها اونجا مروج است. خشونت به انواع و اقسام گوناگون در امی غرب پیشرفته، به امی تسلط بر زن و پامال کردن حقوق زنان به شیوه های گوناگون، اما در جامعه های دموکراسی، برابری و عدالت برقرار میشه. در حقیقت بعضی وقت زمامداران و حکام و سلطجویان از امی دموکراسی حربه های بسیار قانونی و مشروعیت خود را هم از امی دموکراسی گرفتن، در حالی که اینا گرگانی بودن به جان زنان. احصائیه درشت را سازمان ملل به امی مناسبتی که عنوان گرفته بود که من هم، این یک عنوانی بود که زنان یعنی فمینستای حرکت فمینیستی بر خود داده بودن که من هم. اما طور که در فیسبوک نقل قول کرده بودم که اگر زنی به سیاست روی میاره، این مؤثریت هست، تغییر در وجودش میایه، اما اگر زنان در سیاست میاین، این سیاست است که باید تغییر بکنه. امیدوار او روز هستیم که زنان در برخلاف خواست عده مرد سالاران که زنان باشه که پیش قراولی را بگیره، زنان باشه که امامت را بگیره، و ما تا بدانیم که اونایی هستن که طبقه محرومی که هم در اروپا، هم در امریکا و هم در جامعه افغانستان، این زن است که محکوم و منکوب دستاوردهای خشک سیاسی و حتی و بعضن که میبینیم مذهبی هم شده.
ای حکمرانانی که در جامعه ها و لایه های مذهبی زن را مقهور خود دانستن و زن را به پشیز اهمیت ندادن، اینا هستند که در از مجرای دینی و که دین خواستار ازی نبوده و کاوش هنوز ادامه داره و ورق گردانی ادامه داره که آیا دین و مذهب در قبال زن تا کجا تانسته یا برای از ذمه هست که تانسته حقوق زنان را به موازین عصر به موازین روز نادیده نگرفته باشن. ولی از قرائنی که معلوم میشه اده از مذهبیون ما هنوز هم زن را به حیث عمو دست اول نه، زن را به حیث انسان دوم تلقی میکنن و زن عمو خدا نکنه از دید بعضی ها انسان به اصطلاح ناقص العقل است که از قبرغه چپ آدم به وجود آمده. چرا امی تعبیر چپ و از تعبیر راست و چرا اینجا توهین به زن است و اهانت به جنس زن است، ایره روا داشتن و امروز هم امو زن هست که مقامش در اکثر مراجع و در اکثر مراکز نادیده گرفته شده. منع خشونت که از قانون خانواده آغاز میشه و بعضی ها در امونجا گفتن که این جنایاتی که بر زن وارد میشه باز وقت خود زن هم صدای آنچنانی را بنابر جبر زمان، بنابر ترس و دلهره‌ای که داشته، بنابر واهمه‌ای که در طول تاریخ به او خلق شده، باز وقت هر نوع تعرض را حتی تعرضات جنسی را بر خود قبول کرده و از حیای ننگ و ناموسی که بر او تلقین شده. اما مرد در قصه ننگ و ناموس او قدر پروا نداشته، بر از او افتخار بوده، اما این زن بوده که بار ننگ و بار ناموس را باید بکشه. این تنها امی موجود لطیف نحیف و بسیار پر از عاطفه بوده که باید و اونا دهان بستن در جایی که خواندم که زنان فریاد زدن ولی مردان کمتر شنیدند و این یک واقعیت هست که فریاد زن از فامیل ناشنیده گرفته میشه تا برسه به جامعه و تا برسه به جهان. این منحصر به افغانستان نی که منحصر به یک جای نی که حتی در امی آمار که ملل متحد به اصطلاح بیرون داده ای شما ما فرصت های اگر دست داد ای آمار ای ارقام را و ای گزارش را و ای تشویش را این نگرانی را از زبان خبرگان به اصطلاح سکولار مذهبیون و روشنفکرها و تکنوکراتها شما خود شنیدین که در مورد زن اینا چی تعبیرهای دارن و چی میگن که چطور بر زن، ولی تا وقت خود زن به خود نیامده و خود زن از حقوق دست داشته خود دفاع نکرده، ای به تحریک زنان نیست. سالها اگر مردان تحریک شدن نقص نواقص نبود و اگر کسی از حق زن سخن رفت گویا زن را تحریک کردن که در مقابل مردان استاده شوند. ولی ای ملک ای قوانین بیرون از این محدوده های جبر و اکراه و ستم تاریخی هست. با امی گفته ها امیدوار هستم که شمه از آنچی دل تنگ میخواست حضور شما به عرض رسانیده باشم و تا برنامه آینده که کتاب معتبر در سه جلد هست ولی کتاب که من تازه به دستم رسیده و وقتی به مطالعه گرفتم او را بر هفته آینده و شما به معرفی میگیرم، در سه جلد سقوط سلطنت و سقوط دوم جمهوریت اول و سقوط سوم جمهوریت دوم، کتاب بسیار پربهای است از آقای عبدالحمید معتاد که شما به نامش در دوره های صدارت و در دوره های ریاست جمهوری
شهید داود خان آشنایی دارین. این نویسنده با پشتکار تمام در امی سه مبحث، در امی سه عنوان، امی حالات های سقوط سلطنت را و جمهوریت اول و جمهوریت دوم را به کاوش بسیار عمیق گرفتن که در برنامه آینده او را به شما رونمایی خواهد کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار همه از اینجا تا افغانستان عزیز باد. تنبو نیار کر کر مکنه آیا با بشیر خبر مکنه آیا با بشیر خبر مکنه پیرو تنبو نیار کر کر مکنه آیا با بشیر خبر مکنه آیا با بشیر خبر مکنه آیا خبر شود بر ما است با خبر شود گر مکنه با خبر شود گر مکنه گلی لاله چارده ساله بولا جان دختری خانه بولا جان دختری خانه هوا گرمه کی مغزی سر مجوشه شیرینی بند دل مت گم دوشه شیرینی بند دل مت گم دوشه با دل گفتم کی یک مزاخ کنم ما بلب خان دید که گساله مچوشه بر لب خندید که گساله مچوشه گلی لاله چارده ساله بولا جان دختری خاله بولا جان دختری خاله سبایی گام آدم ده خانه تو وقتی نماز و ده خمیر زده تو وقتی نماز و ده خمیر زده تو دستایی نازو کده من خمیر شرنگ می زد شرنگ می زد رو که تو شرنگ میزد صد کم و خورد رو که تو شرنگ میزد صد کم و خورد رو که تو گلی لاله چارده ساله بولا جان دختری خاله بولا جان دختری خاله بولا جان دختری خاله ما قربانیم و خالصی آی تو ما قربانی پتاری گیرد آی تو ما قربانی پتاری گیرد آی تو
طلب باری رای کنم چی بودی در دل ما ششت نازی عرصه بای تو در دل ما ششت نازی عرصه بای تو تولی لاله چارده ساله بوله جان با